حضرات ایادیان مقیم ارض اقدس که خود مشمول موهبت زیارت اعتاب مقدسه و تشرف به حضور مبارک حضرت ولی امرالله بودند، فکر کردند که با تذکار این خاطرات و تجربیات احبای عزیز را نیز محظوظ نمایند. جناب فروتن دو بار و جناب پلهینی یک بار زائر و مشرف به حضور مبارک شده، از لسان هیکل اطهر توصیف این مقامات مقدسه را شنیده‌اند. برخی از این خاطرات را توأم با فیلم زیبای این مقامات مبارکه به روی پرده سینما آورده، احبای عزیز را در سراسر عالم، علل خصوص دوستانی که قادر به مسافرت به ارض اقدس نیستند، در این فیض روحانی شریک و سهیم نمایند. جناب فروتن در دوران اولیه ولایت به حضور مبارک مشرف شده، وصف این مقامات را از لسان مبارک شنیده بودند. اکنون برخی از خاطرات خود را بیان می نمایند. Now, my second pilgrimage was in 1954. In that time, the new building of the shrine was completed, because as you know, it was completed in 1953. جناب فروتن فرمودند زیارت ثانویه ایشان در سنه 1954 میلادی بود، یک سال بعد از اتمام بنای مقدس مقام اعلی. For men was different from my first pilgrimage. The procedure was that every day we were waiting for the beloved guardian in Pilgrim House. And at 4 o'clock, he used to come by car to the main gate. برنامه تشرف مردان ایرانی با تشرف اول ایشان تفاوت داشت. هر روز زیر درخت اوکالیپتوس که نزدیک دروازه بزرگ باغچه‌های مقام اعلی در انتظار ورود مبارک می ایستادند و به محض اینکه هیکل اطهر از اتومبیل پیاده می شدند با عجله به سوی ایشان می دویدند. دست های مبارک را بلند فرموده می فرمودند آرام، خود را خسته نکنید، آهسته بیایید. عطوفت مبارک چنان بود که مایل نبودند زائرین ولو لحظه خسته شوند. Spoke about the significance of the shrine. He said this shrine is a new style, badi'. He used the verse of the Quran, badi'u samawat wal arz. It's new in the earth and in heaven. It's the verse of the Quran. در اهمیت و امتیاز مقام اعلی فرمودند این مقام مقدس بنای بدیع است. در نقل قول از قرآن مجید فرمودند بدیع السماوات والارض، نه به کنائس شبیه است، نه به مساجد و نه به کلیسا، بدیع است. بیانات مکرر مبارک و شرح و توصیف این بنا در گنجینه قلب ایشان قرار گرفته. آنچه نقل قول از لسان مبارک می شود در توقیات کتبیشان چه به انگلیسی و چه به فارسی موجود است. در شرح گنبد ذهبی با تبسمی شیرین و نگاهی پرمعنا و دلربا، نگاهی غیر قابل وصف که هر که موهبت تشرف به حضور مبارکش را داشت از زیارت آن سرمست شد، ولی توصیف آن برای دیگران غیر ممکن است. How he looked to you and he smiled to you, it's quite different subject. To me, whoever saw the garden, he could imagine that. Otherwise, it's very difficult to describe. In such way, he said, the dome, so-called, he said, the golden dome, is beautiful, attractive, and economical. فرمودند این قبه هم زیباست، هم جالب انظار است و هم به اقتصاد مقرون. It's beautiful. You can see yourself. Attractive because this attracts people to come here to the shrine and visit the shrine because, again, he smiled in such a beautiful way, he said, because they do not realize the spiritual station of the beloved Baal. They are attracting to the golden dome.
they are coming to see the Golden Dawn. The moment when they are here, the shrine is silent teacher for them. بعد با تبسمی شیرین می‌فرمودند زیبایی گنبد مشهود است، احتیاج به توضیح ندارد. نفوس غیر بهایی که واقف به مقامات الهی حضرت اعلی نیستند برای تماشای قبه ذهبی جذب می‌شوند. He says in Utrecht, Holland, cost $10,000. Each tile. به اقتصاد مقرون است زیرا 12,000 آجر طلاپوش گنبد که در شهر اوتریخت هلند ساخته شده $10,000 خرج برداشته. هر آجر از $1 ارزان‌تر. بعد فرمودند کی باور می‌کرد که عرش حضرت اعلی از کنار خندق تبریز به کوه خدا منتقل شود و بقعه مبارک به این جلوه و شکوه بنا شود. I think there's one thing that might be added to what Mr. Furutan has said about the shrine. When one approaches the shrine from the side facing Akka and facing the Qibla of the Baha'i world, the shrine of Baha'u'llah. جناب پلهینی فرمودند مطلب دیگری که می شود به گفته های جناب فروتن اضافه کرد این است. اگر از جهت عکا یعنی جهت روزه مبارکه و قبله عالم به سوی مقام اعلی بیاییم، باید از 9 طبقات که از خیابان عمومی در دامنه کوه کرمل شروع می شود و به بنای مقام اعلی ختم می شود بالا برویم. وقتی هیکل مبارک حضرت ولی امرالله 2 طبقه آخر را تمام کردند، در توقیع مهیجی به عالم بهایی فرمودند که این طبقات در آتیه مسیر سلاطین خواهد بود. برای زیارت مقام اعلی بالا آمده عبودیت خود را به آستان مقدس مبشر شهید این آیین الهی عرضه می دارند. اول به زیارت روزه مبارکه رفته، سپس از این طریق به زیارت مقام اعلی خواهند آمد. Well, when I received the joyous news that the Guardian had extended to me the bounty of a pilgrimage, I was, of course, overjoyed. So eventually I arrived in وقتی خبر بهجت اثر اجازه تشرف ایشان از حضور مبارک رسید، سرور غیرقابل وصفی قلبشان را فرا گرفت. به حیفا که رسیدند، در شب اول حضور مبارک مشرف نشدند، زیرا که ایشان در بهجی تشریف داشتند. با گذشت هر ساعت و دقیقه بر تپش قلب مشتاقشان می افزود. چون هر زائر بیتابی در خود استحقاق چنین موهبتی را نمی دیدند. Having dinner with the beloved guardian. He came to the Western Pilgrim House and he sat with us and talked with us during the meal. در آن ایام حضرت ولی امرالله با زائرین غربی در مسافرخانه شام تناول می‌فرمودند و با بیانات خود ارواح و قلوب همه را سیراب می‌فرمودند. میقات موعود فرا رسید، خبر آوردند که هیکل مبارک سر میز شام جالس زائرین را احضار می‌فرمایند. جناب هینی امید این را داشتند که دوستان مقیم حیفا پیش رفته راهنمایشان باشند، ولی اینطور نبود. گفتند زائرین همیشه جلو می روند. به محض ورود به حضور مبارک با تبسمی ملکوتی ایشان را در آغوش گرفته مصافحه فرمودند و با یک نظر خوف و هراس را از قلبشان محو نمودند. You know, every Baha'i knows that the Guardian was the sign of God on earth, the interpreter of the word of God, the authorized. ما بهائیان می‌دانستیم که حضرت شوقی افندی آیت الله مسئول از خطا و مبین کلام الهی بودند و در این حال در رأس تشکیلات امریه و نظم بدیع الهیه قرار داشتند. ولی در آن ساعات معدوده که در حضور مبارکش مشرف بودند، پی به عمق تدبیر و اداره امور مبارکشان بردند. هر شب در سر میز شام به اعضای شورای بین المللی دستوراتی می دادند. شب بعد بازخواست می فرمودند. اوامر صادره خود را تعقیب می کردند. تمام جزئیات را می پرسیدند. در هر مرحله ای از مراحل امور بی نهایت هوشیار بودند. I remember once he turned to me and he said, now,
the national assemblies also must provide me with the facts. شبی رو به ایشان کرده فرمودند محافل ملیه باید جزئیات هر مسئله ای را به من اطلاع دهند، زیرا که فقط با داشتن اطلاعات کامل اخذ تصمیم برای من میسر است. این است که همیشه محافل ملیه را تاکید به فرستادن جزئیات مسائل می کنم. بیانات مبارک یک شب درباره تدنی و تنزل ادیان بود. فرمودند ادیان موجوده روز به روز بیشتر در امور سیاسی دخالت می کنند. این مسیر رو به شدت است تا بالاخره سبب اضمحلال آنها گردد، اضمحلال قوت و قدرت روحانی آنها در عالم. My fellow hens have told you what their meetings with the beloved guardian was like, and they have given you a glimpse of how tremendously efficient he was in carrying on the work of the cause. ایادیان همکار من پاره از خاطرات خود و شمه از طرز کار اداره امور هیکل مبارک را بیان کردند. حال شما به زیارت این اماکن مقدسه می روید و قدم به قدم در مسیر اقدام جمال مبارک مشی نموده، تاریخ امر را در این اعتاب مقدسه به رأی العین ملاحظه می کنید و از تماشای این همه زیبایی که دست قدرت حضرت ولی امرالله به وجود آورده غرق دریای سرور می گردید. ابتدا از سجن اعظم شروع می کنید. در سنه 1868 میلادی حضرت بهاءالله شارع مقدس دیانت بهایی وارد شهر عکا در فلسطین در ساحل دریای مدیترانه شدند. عکا قلعه بند و در تحت حکومت نظامی عثمانی خوفناکترین زندان آنها در این مستعمره بود. جمال مبارک و همراهان ایشان در قشله محبوس شدند. در جهت مقابل عکا شهر حیفا در دامنه کوه کرمل قرار دارد. در آن ایام طی طریق بین این دو شهر از کنار ساحل دریا یا پیاده و یا به وسیله شتر و اسب سواری ممکن بود. جمال مبارک و منتسبین و عده‌ای از ملتزمین رکاب در حدود 70 تن از رجال و نساء و اطفال در بندر حیفا از کشتی پیاده شده، سپس به وسیله کشتی بادی به سوی عکا عزیمت نمودند. شانزده سنه جمال اقدس ابها یا محبوس در سیاهچال تهران و یا سرگونی در عراق و ترکیه بودند. در 24 سال باقی مانده از حیات مبارکشان مسجونی عکا شدند. پیام جانبخش آزادی از قیود و تعصبات و عالم انسانی تنها گناه ایشان محسوب می شد. در بند زنجیر بلا افتادند، محکوم به اعدام گردیدند، مسجون شدند، سرگون گشتند. نار بغض و عدوان رؤسای متعصب دین اسلام 40 سنه حیات مبارکشان را احاطه نمود. در شدت گرمای تابستان جمال قدم از این دروازه بحری وارد شهر ویرانه‌ای که هوایی منفور و آبی بس مکروه داشت گشتند. مأمورین حضرتشان را از کوچه های تنگ و تاریک و متعفن از میان ساکنین مزنون و نادان گذراندند. Thank you.
تا بالاخره به دروازه قشله رسیده وارد سجن عکا شدند. مدت 2 سال و 2 ماه جمال مبارک و ملتزمین رکاب در این قلعه مسجون بودند. زائرین که گاهی پیاده 4 ماه از ایران در راه سفر بودند، بیرون خندق ایستاده به امید لحظه دیدار مولای هنونشان، ساعتها به این دریچه های تاریک دیده می دوختند. صدمات وارده به هیکل اقدس در این سجن بیش از هر دوره ای از حیات مبارک بوده. در بعد به ورود تقریبا همه 70 نفر ملازمین مریض شدند. 3 نفر از آنها صعود کردند. ولی ضربه شدید و هولناکی که در اینجا بر هیکل اقدس به حرم مبارک حضرت نواب وارد گشت، صعود نابهنگام پسر 22 ساله آنها مهدی بود. دست چپ شمایل مهدی است، مسما به غصن اطهر. دست راست شمایل حضرت عبدالبها، سرکار آقا، ولد ارشد و مرکز عهد جمال قدم. غصن اطهر روی بام قشله در حالت توجه و مناجات مشی می‌فرمودند که از روزه بام سقوط کرده روز بعد صعود نمودند. جمال مبارک با سوز قلب در مناجاتی به این مضمون می‌فرمایند: تو شاهدی که در چنگال دشمنان اسیرم و جسد خونین پسرم در مقابل تو. سالیان پرملال به تدریج می‌گذشت. جمال مبارک 9 زمستان تاریک و طوفانی در این شهر مسجون بودند.
پس از انقضای دوران دو ساله مسجونیت در قشله، از منزلی به منزلی نقل مکان فرموده تا عاقبت الامر هیکل مبارک و منتسبین در این بیت ساکن شدند. به تدریج برخی از حکام و رؤسای دولت مجذوب کمال و جلال و جبروت مبارک گشتند. در بعد به ورود مبارک اینها دو بیت مجزا بودند، ولی اکنون به بیت عبود معروفند. حضرت ولی امرالله این باغچه کوچک را احداث فرمودند. در اوائل هفته یک بار برای تماشای عمومی باز بود. مردم می گفتند این منزلی است که روی بامش باغچه دارد. این بیت عودی خمار بود و این اتاق محل نزول کتاب مستطاب اقدس. بعدن هیکل اطهر از این اتاق به اتاق مقابل دریا تغییر مکان دادند. Baha'u'llah arrived in the city of Acre at the end of August 1868. جمال مبارک که اواخر ماه اوت سنه 1868 میلادی وارد شهر عکا شده بودند، در سنه 1871 از قشله آزاد شده با منتسبین ساکن این بیت شدند. این اتاق در حیات جمال مبارک به این ترتیب نبوده، زیرا که حضرت عبدالبها نه تنها در ایام حیات جمال مبارک در این اتاق سکونت داشتند، بلکه تا اواخر ایام حیاتشان هرگاه به عکا تشریف می بردند در اینجا می خوابیدند. It was in this room, which is because of this fact so very sacred to the Baha'is of the world. نزول کتاب مستطاب اقدس، تومار نظم بدی الهی، ام الکتاب احکام و اوامر آیین جمال مبارک در این اتاق امتیاز خاص و اهمیت فوق‌العاده‌ای به آن می‌دهد و در انظار اهل بها یکی از اماکن بسیار مقدسه محسوب می‌شود. ملاحظه کنید حضرت عبدالبها در نهایت سادگی در این اتاق زندگی می‌کردند. And people did not have special sitting rooms. Now this room, Abdu'l-Bahá... در شرق منازل همیشه پر جمعیت بود. اولاد متعدد، منتسبین دور و نزدیک، خدام بیشمار، همه با هم در یک منزل زندگی می کردن. اتاق پذیرایی مجزا نداشتند. در این اتاق حضرت عبدالبها از مهمانان خود پذیرایی می فرمودند. این است که تعداد زیادی صندلی و نیمکت موجود است. هیچ یک از اینها تغییر نکرده. همه از ایام سرکار آقا. تا اواخر ایام حیاتشان هرگاه به عکا می آمدند، شبها در این بیت و در این اتاق می خوابیدند. ملاحظه کنید فرش نداشتند، فقط حصیر روی زمین بود. بی نهایت ساده زندگی می کردند. این نکته باید سبب آرامش قلوب دوستانی گردد که خود در گوشه و کنار عالم منازل ساده و بی تجمل دارند. با اینکه سالیان متمادی از دوران حیات جمال مبارک و حتی حضرت عبدالبها گذشته، ولی منظره‌ای که امروز از این دریچه مشاهده می‌کنیم شاید چندان تفاوتی با آن ایام نداشته باشد. خانه‌ها به هم نزدیک، بام همسایه همجوار ماست. در اینجا درب ورودی فوقانی بیت عبود مشاهده می شود. تقریبا 7 سنه از 9 سنوات دوران سکونت حضرت بهاءالله در عکا در این دو بیت سپری شد. در هر زاویه نشانه ای از حوادث تاریخی آن ایام احساس می شود. حجره مبارک حضرت بهاءالله، محل سکونت سالهای آخر توقف ایشان در عکا، در پشت آن پرده قرمز رنگ است.
در به آخر این دالان به ایوانی که مشرف به دریای مدیترانه است باز می شود. منظره دریا از آنجا بسیار زیباست. Baha'u'llah spent the last years of his imprisonment in the city of Acre in this room. It was a very wonderful thing that Abdu'l-Bahá could secure this house right on the seaside. سالهای آخر اقامت حضرت بهاءالله در عکا در این اتاق سپری شد. این اتاق مشرف به دریا سبب سرور خاطر مبارک بود. پس از سالیان متمادی مسجونی در این آب و هوای مسموم عکا، حضرت عبدالبها توانستند این قسمت بنا را اجاره کنند تا جمال مبارک از حضرت نسیم به منظره دریا محظوظ گردند. هیکل مبارکشان چقدر از گرما و بدی هوای کثیف عکا صدمه کشیدند. چنانچه ملاحظه می کنید، این اتاق تا آنجا که ممکن بوده به طرز و اسلوب آن زمان مفروش شده. در این گوشه مندر هیکل مبارک جالس می شدند. این است که حضرت شوقی افندی تاج مبارک را اینجا گذاردند و با نصب اسم اعظم روی دیوار نشان می دهند که این نقطه جلوس مبارک بوده. These are two of the chairs which were occupied by Baha'u'llah. اینها دو تا از صندلی‌های قدیمی از دوره جمال مبارک است. در این حجره یار و اغیار حضور مبارک مشرف می‌شدند. رختخواب مبارک همیشه در همین اتاق بود. مطابق آداب آن ایام روی زمین می‌خوابیدند. We heard from the history of the days. حضرت ولی امرالله در کتاب تاریخ God Passes By به قلم مبارکشان می‌فرمایند: در ایام سکونت جمال قدم در بیت عبود، یک جنرال اروپایی به معیت حاکم حکا به حضور مبارک مشرف شد. این جنرال از بعد به ورودش تا دقیقه ای که از حضور مبارک مرخص گردید، دو زانو در نهایت ادب روی زمین نشست. یقیناً این ملاقات در همین اتاق بوده. This happens to be an unusually beautiful room. You would have a difficulty finding. در این قسمت از سواحل دریای مدیترانه مشکل چنین تزئینات زیبایی که بهترین نمونه معماری آن ایام است پیدا شود. مالک آن مرد ثروتمندی بوده. Baha'u'llah ate alone. And he was served here with the greatest dignity and respect. And these are some of the things that were. جمال مبارک تنها غذا تناول می‌فرمودند. در نهایت اعزاز و احترام حضور مبارک می‌آوردند. اینها برخی از ظروفی است که در ایام مبارک به مصرف می‌رسیده. یکی از حضرات افنان که در چین تجارت داشتند، این ظروف را حضور مبارک تقدیم کردند. در ایام مبارک چه در بهجی و چه در این بیت از این نوع ظروف مصرف می شد. همه این اشیا از ایام مبارک مورد استفاده ایشان بوده. این آینه مبارک است. این اتاق در بیت عبود در 4 سال آخر اقامت مبارک در عکا محل مسکونی ایشان بود.
اینجا اتاق حضرت نواب والده سرکار آقا حرم جمال مبارک است. شجرنامه حضرت بهاءالله به خط حضرت ولی امرالله روی دیوار نصب شده. حضرت شوقی افندی در نهایت لطافت قلب آنچه تعلق به حضرت نواب داشت مثل عکس‌های مرقد ایشان و یا شمایل حضرت عبدالبها و غصن اطهر در این اتاق گذاردند. این اتاق مسکونی حضرت ورقه اولیا، سبیه حضرت بهاءالله و همشیره حضرت عبدالبها است. حضرت ولی امرالله با آن احساسات رقیق و تعلق شدیدی که به این خانم اهل بها داشتند، عکس‌های متعدد ایشان را به دیوار نصب فرموده‌اند. شمایل ایشان در اوایل سباوت، در دوران اواسط حیاتشان، دوران کهولت، باز هم دو قاب دیگر از همین شمایل. این عکس بسیار زیبا از مرقد حضرت خانم در شب گرفته شده. ایشان در سنه 1932 میلادی صعود فرمودند. البته این اتاق فقط برای زیارت احباب تزیین شده. در زمان حیات ایشان ابداً اینطور نبوده. خیلی ساده و بدون تزیینات بوده است. آنچه را در این تالار و یا اتاقهای مجاور مشاهده می کنید تماماً نتیجه زحمات حضرت ولی امرالله است. ایشان مخصوصاً این تزیینات را برای اعزاز امر مبارک به شناسایی آن به یار و اغیار که برای زیارت و تماشا می آیند ترتیب دادند. در این قاب یکی از نامه‌های ملکه رومانیا که شهادت بر احساسات روحانی آن ملکه عالی قدر و علت ایمان و ایقان ایشان را به امر مبارک بیان می‌کند ملاحظه می‌نمایید. این تابلوی زیبا نقاشی یک هنرمند کانادایی به نام ماریان جک است. ایشان نقاش بسیار معروفی بودند. این تابلو را از ایوان قصر بهجی ناظر به شهر عکا ترسیم کردند. اگر خوب نگاه کنید پشت مناره مسجد عکا منزلی را که ما الان در آن هستیم می‌بینید. در این تابلو منظره زیبای شهر حیفا، دماغه عکا، شهر عکا و دشت بین عکا و بهجی که کلاً زیارتگاه اهل بها هستند به خوبی نمایان است. اینجا اتاق حضرت عبدالبها است. در آن ایام مندری زیر این پنجره بوده. بعد از صعود مبارک، حضرت مولی‌الورا نظر به آن تعلق و بستگی خاصی که به پدر بزرگوارشان داشتند، با قلبی شکسته و سوزان در آتش فراق، ساعتها در کنار این پنجره جلوس فرموده، غرق دریای احزان بودند. درک چنین حزنی برای ما محال است.